سلام خوش اومدید به قسمت ششم از تاریخچه قولای فناوری من امیر هستم که بهم میگن امسله و هر جمعه شب ساعت 21 توی چنل یوتیوب زومیت قسمت جدید تک جاینت رو داریم که این هفته الوعده وفا و بله تاریخچه هواوی رو داریم که خیلی تو کامنت ها نوشته بودی که براتون از هیستوری این شرکت بگیم بشینید محکم سر جاتون که بدیم سراغ سرگذشت عجیب و غریب و غم این شرکت چینی که همونقدر که فن داره هیتر هم داره هواوی چیه فرشته ای از سرزمین های شرقی یا شیطانی برای حمله به ارزش های آمریکایی تاریخ هواوی کوتاه اما جالب و پرهاشی است اصلا این شرکت از کجا در اومد شرکت های تکنولوژی چینی مثل شرکت های آمریکا و ژاپن و حتی کره جنوبی سابقه خیلی طولانی ندارن و این موضوع تا حدود زیادی برمیگرده به تاریخ چین بعد از استقرار حزب کمونیست توی چین آقای ما و تسدون برای 26 سال شخصیت اول سیاسی کشور بود و هزار تا شغل و منصب داشت از اولین رهبر کمیته مرکزی حزب کمونیست چین تا اولین رئیس جمهور جمهوری خلق چین ما او یه رهبر افراطی کلاسیک و تندروی کمونیست بود که روی ارزش های کمونیستی خیلی پافشاری میکرد و چین یه طورایی به خاطر ایده هایشون به یه سرزمین عقب مونده و فقیر تبدیل شده بود ما او که مرد برای دو سال یه آقایی به اسم هوا فنگ اومد که توسط مهمترین مرد قرن بیستم تاریخ چین کله پا شد دارم درباره دنگ ژاوپنگ صحبت میکنم که بعد از تبدیل شدن به شخص اول سیاست چین سیاست درهای باز رو اجرایی کرد که چین رو از ایده های کمونیستی دور میکرد و به ایده های سرمایهداری و بازار آزاد نزدیکتر کرد بحث داره تخصصی میشه اینطوری بگم براتون که با قدرت گرفتن دنگ ژاوپنگ تو سال 1978 چینی ها تازه جدی شدن تا عقب موندگی حسرت آلودشون از ژاپن و کره رو جبران کنند و نتیجهش سرمایه گذاری های کلان توی فناوری های جدید و نوظهور بود که یکی از اونا زیر های مخابراتی بود 15 سپتامبر 1987 رن ژانگفی معاون ستاد مهندسی ارتش آزادی بخش خلق چین هواوی رو توی واحد کوچولو توی ساختمونی توی شنزن چین تأسیس کرد شنزن از اوایل دهه 80 میلادی به یه منطقه آزاد اقتصادی تبدیل شده بود و به همین دلیل هواوی قرار بود با مهندسی معکوس یعنی ما فناورای خارجی رو بیاریم توی کشور بومی کنیم و ازش استفاده کنیم توی صنعت مخابرات چین به یک گول تبدیل بشه که وابستگی چینیا خارجی رو به حداقل برسونه هواوی اولش روی واردات دستگاه های سویچ پی بی از هنگ کنگ سرمایه گذاری کرد این دستگاه ها توی مخابراتی انقلاب بزرگ بودن این فیلم های قدیمی رو دیدین که توش یکی زنگ میزنه به یه جایی و مثلا یکی که منو به آقای چه میدونم پریزگاری مثلا وصل کنید اون اپراتوری که اونجا نشسته بود باید سیم رو وصل میکرد به تلفن آقای پریزگاری که جواب بده پی فناوری بود که این اتصال رو مهندسی میکرد که شما زنگ میزنید به آقای پریسکاری مستقیم واسه به بهشون اما هواوی اوایل دهه ده 90 میلادی صاحب یه مرکز تحقیق و توسعه شد که امروز بیشتر از 600 تا نیرو داره اما اون موقع یه تیم کوچولوی بود که فقط رو فروش دستگاه های پی کار میکرد هواوی فناوری سویچ رو بومی سازی کرد و از یه سویچ تلفن رو نمایی کرد به اسم CNCO8 که این شرکت رو تکون داد موفقیت CNC08 هاوی رو به دولت چین ثابت کرد و باعث شد که اولین قرارداد برای ساخت اولین شبکه ملی مخابرات چین رو بنویسند تو سال 1996 فناوری های مخابراتی در چین به حدی پیشرفت کرده بود که دولت اعلام کرد ما از امروز از تولید کننده های داخلی دستگاه های مخابراتی با تمام قوا حمایت میکنیم و این باعث شد که هواوی توی اه, توی اتاق هیئت مادیرش عروسی بشه <تصفح> 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 هواوی تو سال 1997 بعد از ده سال از تأسیسش از چین خارج شد و اولین قراردادش رو با شرکت هنگ کنگی بس دقت کنید ده سال پیش از هنگ کنگ فناوری وارد میکردن ولی حالا خودشون به اونا تکنولوژی میدن پیشرفت آهسته و پیوسته هاوی تو صنعت مخابرات این شرکت رو به فکر فرو برد ما که داریم به این همه مردم آنتن میدیم چرا یه دستگاه نسازیم که این آنتنامون رو بین مردم منتقل کنه و بله اینطوری شد که جولای 2003 هواوی بخش موبایلش رو راه اندازی کرد و به شرکتی تبدیل شد که خیلی از قطعات ریز و درشت محصولاتش رو خودش تولید میکرد و به همین دلیل میتونست تا 25 درصد ارزونتر از رقبای خودش توی هر حوزه محصول راه بده اون موقع ها هواوی هنوز برای آمریکا و متحدانش خطری نداشت سال 1997 با آی یه قرارداد پنج ساله همکاری بستن سال 2004 با اپراتور هلندی تلفورد یه قراردادی برای توسعه اینترنت 4 نوشتن که 25 میلیون دلار میارزید و همون سال یه قرارداد خیلی مهم با ودافون امضا کردن این خیلی مهم بود چون برای اولین بار یه اپراتور بریتانیایی با یه شرکت چینی قرارداد امضا میکرد که بتونه تجهیزات مخابراتش رو تأمین کنه هاوی از سال 2010 ساخت گوشی های اندرویدی رو شروع کرد و تا سال 2015 پرچندارهای خودش رو با اسم اسن درزه می کرد ولی بعدش دو تا سری متفاوت برای گوشی هاش درست کرد یکی سری پی بود که گوشی های کامپکت و جمع جور و خوشگل هاوی می شدن ولی اون یکی سری میت بود که گوشی های بزرگ با تاکید روی دوربین و باتری هاوی بودن در واقع گوشی سری پی و میت تا قبل از اون هم وجود داشتن ولی خب حالا هواوی میخواست که مسیرشون رو متفاوت کنه یه جورایی مثل سری اس و نوت سامسونگ کلا کسب و کار اینطوریه که شروعش سخته و بعدش که ایشالا رو غلطک افتادی تیک های موفقیتت رو وقت نمی کنی که بزنی هواوی هم همینطوری شد و قرارداد داد بود که با شرکت های اونور دنیا میبست از آپتوس استرالیا تا تلوس موبیلیتی کانادا و حتی نوکیا نتورکس فنلاندی تو سال 2010 هواوی برای اولین بار تو لیست 500 شرکت ارزشمند دنیا از نگاه نشریه آمریکایی فورچن قرار گرفت که طبیعی هم بود با 21 میلیارد و 800 میلیون دلار درآمد و 2 میلیارد و 670 میلیون دلار دود خالص قطعا یکی از ارزشمندترین شرکت های دنیا بود یک سال بعد هواوی بزرگترین سازنده تجهیزات مخابراتی جهان و بزرگترین سازنده تجهیزات شبکه توی چین بود و به عنوان پادشاه 5G شناخته می شود. چرا؟ چون هواوی بیشترین پتنت درباره تکنولوژی 5G رو توی دنیا به اسم خودش ثبت کرده بود و پیشگام این فناوری در دنیاست. است البته بهتر بگیم که بود از اینجا به بعد ویدیو یکمی کمی برای هوادارای هواوی غم و دارک میشه چون وارد دوران میشیم که هواوی میره که با کله بخوره زمین اگه بخوایم معنای اسم هواوی رو ترجمه کنیم شاید عمل با شکوه قشنگ باشه اما یه معنای دیگه هم میده چین تواناست سال 2018 هواوی دیگه به جایگاه سومین تولید کننده تلفن های هوشمند دنیا بعد از سامسونگ و اپل قانه نبود و حتی جای اپل را هم گرفت و بیشتر از 1500 شبکه مخابراتی توی دنیا داشت و یک سوم جمعیت کره زمین رو با فناوری های ارتباطی هواوی میتونستی به هم یه متصل بکنی اینم بگم که هواوی تا اون موقع بیشتر از 200 میلیون دستگاه موبایل فروخته بود هواوی سال 2018 بیشتر از 107 میلیارد دلار درآمد داشت و 180 هزار کارمند استخدام کرده بود. اینکه یه شرکت چینی اینقدر درآمد داشته باشه و چنین نفوذی پیدا کنه برای آمریکایی‌ها خبر خوبی نبود. آمریکایی‌ها که سال 2012 به پارتنرهای هواوی و ZTE هشدار داده بودند که همکاری با این شرکت‌های چینی میتونه خطرات امنیتی بلند مدتی ایجاد کنه که از یه جایی به بعد قابل کنترل نیست. با استناد به قانون اطلاعات ملی چین که میگه سازمان ها و شرکت های چینی باید اطلاعات و دیتایی که به دست میارن رو در اختیار نهادهای حاکمیتی قرار بدن هواوی خفت شد میگن بازار زودتر از اتاقای سیاست مدارا به اتفاقای انقلابی واکنش نشون میده و وقتی سال 2018 اپراتور AT&T قرارداد فروش ویژه گوشی میت تمپورو رو یه هایی و یه طرفه لغو کرد میشد حد زد که یه اتفاقایی داره میفته آوریل 2018 ایالات متحده آمریکا هواوی و زدتی رو به دلیل نقض تحریم های آمریکا تحریم کرد چون با جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دموکراتیک خلق کره همکاری میکردن آمریکایی‌ها میگن که باید تحریم میشد خب کسب و کار مخابراتی زتی خیلی از آبی کوچیک‌تر بود و نه تنها با خاکی یکسان شد بلکه یک میلیارد دلار هم جریمه داد و تازه بعدش هم به نیروهای امنیتی آمریکا اجازه داد که کاملا روی فعالیت این شرکت نظارت کنند دسامبر همون سال منگ وانجو مدیر مالی و دختر بنیانگذار هواوی برای پاره ای از توضیحات توی کانادا دستگیر شد و اوایل سال 2019 کنگره آمریکا لایحه را رو ارائه کرد تا شرکت های آمریکایی رو از فروش فناوری های کامپیوتری به هر شرکت چینی که تعرفه های آمریکا و رو نقض میکنن منع کنه بهونه ها برای زمین زدن هواوی جور شده بود چند هفته بعد هواوی و شرکت های وابسته بهش با 23 اتهام مثل کلاهبرداری بانکی سرقت اسرار شرکتی ممانعت از اجرای عدالت جاسوسی از کاربران آمریکایی و همکاری با ایران و کره شمالی تحت شدیدترین تحریم های آمریکا قرار گرفتند هواوی که واقعا به اینتل و کوالکام وابسته بود از طرف حاکمیت آمریکا من شد تا نتونه با این شرکت ها همکاری کنه و استرالیا و نیوزیلند و ژاپن به آمریکا اضافه شدند تا استفاده از فناوری های 5G هواوی رو متوقف کنن می 2019 هواوی به فهرست نهادهای تحریم وزارت بازرگانی آمریکا اضافه شد تا هر گونه همکاری با شرکت های آمریکایی تقریبا مرش غیر ممکن بشه گوگل مجوز استفاده از خدمات خودش برای تلفن های اندرویدی هواوی رو لغو کرد و تراش سازهای آمریکایی هم کاملا با هواوی خداحافظی کردند اوزا داشت برای هاوی سختتر از سخت میشد کار به جای رسید که رنج جانکی اعتراف کرد که ما بدون تولید کننده های آمریکایی نمیتونیم موبایل بسازیم و این فقط محدود به تلفن های هوشمندش نمیشد هواوی دیگه نمیتونست تبلت و لپتاپ و هر گجت جذاب دیگه ای که تا قبل از این میساخ رو خیلی راحت تر بسازه و توسعه بده 17 نوامبر 2020 خیلی روز تلخی برای هواوی بود روزی که هواوی مجبور شد آنر یکی از محبوب و موفقترین ترین مجموعه ها و متحدهای خودش رو به خاطر تحریم های شدید آمریکا بفروشه تا این برند موفق حداقل حد تحت تاثیر بدبختی های هواوی قرار نگیره با این حال آنر الانم خیلی از هواوی دور نیست و یه طورایی داره تحریم ها رو دور میزنه ولی خب در واقع تر و خوش که هواوی با هم سوخت بخش موبایل هواوی نابود شد لپتاپش از بازار محو شدن و حتی گجت های پوشیدنیش هم از رونق افتادن چون هواوی دوست داشت فناوری های تشخیص چهره رو توسعه بده که به عنوان ابزاری برای تسلط و سرکوب شناخته میشد با کشورهای مثل ایران و کره شمالی همکاری میکرد که برای آمریکا از خونین ترین دشمنانش حساب میشن و اطلاعاتی روی کل های مخابراتیش دریافت میکرد که هاوی میتونست از اونها سوء استفاده کنه بیتارف بگم هواوی قربانی جنگ تجاری شد که آمریکا با چین توی دوران ریاست جمهوری ترامپ شروع کرد ولی حتی با آمدن بایدن هم نه تنها اوضاع بهتر نشد که بدتر هم شد بایدن تحریم های جدیدی به هواوی چسبوند و کاری کرد که این شرکت عملا به استقلال تاریخی خودش از فناوری های آمریکایی فکر کنه هواوی از نرم افزار شروع کرد سال 2019 از سیستم عامل هارمونی او رو نمایی کرد که یه فورک از اندروید بود اما هواوی اخیرا اعلام کرده که به زودی هارمونی او اس نکست رو لانچ میکنه که عملا یه سیستم عامل مستقل و جداگانه است بعد رفت سراغ سخت افزار و از کمپانی تراشه سازی SMIC کمک گرفت تا تراشه های کرین خودش رو به نهایت قدرت برسونه و در نهایت رفت سراغ گوشی های تاشو که سامسونگ فکر میکرد سلطانشه الان هم داره با سری لوکسید توی صنعت خردوسازی وارد میشه که یه جورایی البته از برند چری هم داره توی اونها کمک میگیره با وجود همه بله هایی که آمریکا سر هواوی آورد این شرکت هنوزم میدرخشه سود خالص هواوی تو سال 2023 با یه افزایش 144 درصدی به بیشتر از 12 میلیارد دلار رسید و توی همون سال بیشتر از هر سال دیگه ای اختراع به اسم خودش ثبت کرد هواوی اخیرا به صدرنشین بازار گجت های پوشیدنی تبدیل شده و تا الان که شما در این ویدیو رو میبینید از اولین گوشی تا شدنی ستیکه خودش به اسم میت ایکس هم رونمایی کرده ناگفته نمونه که تحریم های آمریکا هم جدیدن داره زرتشون قمگسا چیز <تص> ببخشید غمسور میشه مثلا اخیرا هواوی از لپتاپ میت بوک ایکس پرو 2024 رونمایی کرده که از مک بوک ایر سبک‌تره ولی نکتهش اصلا وزنش نیست نکتهش اینه که با پردازنده های اینتل کور اولترا 9 و اولترا 7 به بازار میاد اونم در حالی که اینتل نباید به هواوی تراشه میداد اما همه مشکلاتی که هواوی داره تقصیر آمریکا و متحدانش نیست شاید جالب باشه بدونی که آقای جانکفی مؤسس هواوی مالک فقط یک درصد از سهام هواویه و بقیه سهام این شرکت یه طورایی متعلق به دولت چینه همون دولتی که مالک عمده سهام شرکت مثل تنسنت و بایدنس و امثال هم هم هست این شرکت ها بخشی از ایده آرمانی چینن که ازش به عنوان پروژه 2049 یاد میشه چین پروژه 2049 را یه مسیری میدونه که توسط حکومت برنامه‌ریزی شده تا اون موقع بتونه تولید ناخالص داخلی خودش رو به بیشتر از دو سوم آمریکایی‌ها برسونه و عملا به رهبر اقتصاد دنیا تبدیل بشن توی این مسیر هیچ کس نباید مانع ها بشه و به همین دلیل شما هر از گاهی آدمایی مثل جکما مؤسس علی بابا رو میبینید که توی چین سر و صدا میکنن یه حقیب حق میشن بعد دستگیر میشن و دارایی هاشون مصادره میشه هیچ کس نمیتونه مانع ایده های چینی ها برای رسیدن به رویاشون باشه و به همین دلیل با هر ساز مخالفی یه مقدار تند برخورد میشه خلاصه که هواوی با وجود همه مشکلات هنوز داره ادامه میده شاید دیگه رقیبی برای اپل و سامسونگ نباشه اما یکی از محبوب ترین برند های بازار موبایل چینه و کلا توی چین هم برند خیلی محبوبیه مرسی که تاریخچهی هواوی رو با زومی تماشا کردید هر جمعه شب ساعت 9 اینجا باشید که بریم سراغ تاریخچهی یه قول دیگه دنیای فناوری که شما بهمون بگید چه برندی باشه مرسی مراقب خودتون باشید و خداحافظ